سرخط خبرها دیدار حساس و مهم وزیر خارجه ایران با رهبر حزب الله لبنان آمادگی نظامی مصر در مرز سینا از ترس حجوم آوارگان غزه و اعتراف مشاور بایدن به اشتباهات واشنگتن در جنگ غزه به نام پروردگار یک تا و بی هم تا سلام به این بسته خبری از بیک خوش اومدید در خبر حساس و قافل گیر کننده برای دشمنان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با دبیر کل حزب الله لبنان دیدار و گفتگو کرده به گزارش روز شنبه از المیادین حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران که در لبنان به سر میبرد امروز با سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان دیدار و گفتگو کرد دیداری که بسیاری از دشمنان مل خصوص آمریکا و اسرائیل از آن ترس و واهمه داشتند امیر عبداللهیان و رهبر حزب الله لبنان خطاب به اسرائیل و آمریکا در این دیدار اعلام کردند که قافلگیری بزرگی در راه است و روزهای آینده برای اسرائیل و غرب روزهای سیاه و دردناکی خواهد بود باید دید چه اتفاقاتی خواهد افتاد دو طرف همچنین در این دیدار در مورد تحولات منطقه به ویژه غزه جنوب لبنان و دیگر جبههای مقاومت تبادل نظر کردند بر اساس این گزارش امیر عبداللهیان روز گذشته نیز به منظور دیدار با مقامات لبنانی آزم بیروت شده بود همزمان با این دیدار یک رسانه رژیم صهیونیستی از ضربه مهلک حزب الله لبنان به تاسیسات برق در تلاویو اشاره کرد به گزارش روز شنبه از العهد یک رسانه صهیونیستی به اوضاع بغرنج شهرک نشینان در شمال فلسطین اشغالی و تلاویو در سایه عملیات مهلک رزمندگان مقاومت لبنان اشاره کرد یدی اوت آهارانوت نوشت که کارگران تعمیر خطوط انتقال برق شبانه به مرز و خطوط مقدم با دشمن در تاریکی مطلق می روند تا خسارات ناشی از حملات حزب الله به تاسیسات برق را جبران کنند این کارگران در الجلیل مشغولند و با بیم و خطر به کار میپردازند این رسانه صهیونیستی ادامه داد که از زمان شروع جنگ موشکهای شلیک شده به سمت الجلیل سبب وارد شدن خسارات سنگین به خطوط انتقال برق و تاسیسات دیگر شده که قطع برق را باعث شده است همچنین این رسانه به حراس و ترس کارکنان تعمیر برق از بیمه حملات موشکی حزب الله نیز اشاره کرده و اینکه زمانی که هوا مهالوت است برای تعمیر به منطقه میروند به گزارش ایرنا حزب الله لبنان در چند ماه گذشته و در پی جنایات هولناک رژیم صهیونیستی در نوار غزه و به خاک و خون کشیده شدن شمار زیادی از فلسطینیها در این منطقه مواضع نظامی این رژیم را در شمال سرزمین های اشغالی هدف قرار بدست. موضوعی که سبب حراس سهیونیس های شهرک نشین در این مناطق شده است تا کنون ده ها هزار سهیونیس از ترس حملات مقابمت از شهرک های نزدیک مرزهای لبنان خارج شدند این در حالی است که مسئول منطقه بقای حزب الله لبنان به ناکامی دشمن صهیونیست در تحقق اهدافش در جنگ غزه اشاره کرده است به نقل از العت حسین نمر مسئول منطقه البقا حزب الله لبنان از شکست دشمن صهیونیستی در تحقق اهدافش در غزه خبر میدهد و میافزاید که آنچه در غزه و کرانه بختری رخ میدهد به مصابه نابودی زیرساختها و از بین بردن انسانهاست ان نمر درباره جبهه لبنان نیز بیان کرد که از ابتدای جنگ علیه غزه مقاومت لبنان به حمایت از آن برخواسته دشمن را در نوار مرزی مشغول کرده نظامیانش را هدف قرار داده و ادوات نظامیان را منهدم و شهرک نشینان را آواره کرده است به افزود دشمن در حال حاضر به دنبال سرپوش گذاشتن بر شکستش در غزه با حمله به لبنان است و اگر مرتکب حماقتی شود درسی فراموش نشدنی خواهد گرفت که سرآغاز زوال اسرائیل خواهد بود این مقام مسئول حزب الله ادامه داد که غزه بیش از 120 مقاومت کرده است به روزی نزدیک میشویم که پشت سر سید مقاومت در قدس نماز بخاریم علمرخ تا به کسانی که در داخل لبنان سخن گفتن از پیروزی را به سخر میگیرند نیز گفت که تاریخ و نتایج را مورد توجه قرار بدهید غزه پیروز شده است پیروزی ها با میزان شکست در تحقق اهداف عیان می شود همه اهداف دشمن در غزه شکست خورده و دشمن برای صلح به کشورهای حامی خود روی آورده است از سوی دیگر غزی زیتر پارلمان لبنان نیست تاکید کرده که اولویت حمایت جنوب است خطاب به برخی ها که میگویند مقاومت به دنبال کشاندن لبنان به جنگ است میگوییم که ما در حال پاسداری از سرزمینمان در برابر شیاطین هستیم عملیات برنامه ریزی شده برای رفع باعث ایجاد تنش شدید در مصر شده است. زیرا قاهره از حجوم تعداد زیادی پناهجو به مرز سینا بیم دارد این بخشی از گزارش یدی اوت از طبعات تصمیم جدید تلاویو برای گسترش جنگ است این روزنامه ابری در ادامه گزارشش به مخالفت های مصر با تصمیم عملیات نظامی در رفع اشاره کرده و نوشت که قاهره تهدید کرد که اگر آوارگان به اجبار از مرز عبور کنند این به معنای نقض توافقنامه صلح با اسرائیل خواهد بود با وجود گذشت ه روز از جنگ علیه غزه و افزایش و تلفات رژیم صهیونیستی که موجب عقب نشینی گردانها و تیپهای های ارتش شده نتنیاهو از چند روز گذشته با رد شروط حماس برای آتش بس مدعی شد که حمله زمینی را تا رفح ادامه خواهد داد رفح واقع در جنوب نوار غزه است و بیش از یک میلیون فلسطینی آواره را در خود جای داده است منطقه این نزدیک به مرز میس که هم اکنون نیز چندین بار مورد هدف بمباران های ارتش اسرائیل قرار گرفته و موجب شهادت ده آواره فلسطینی شده است در بخش دیگری از گزارش یدی اود آمده است که میس در منطقه مرزی با نوار غزه مین گذاری کرده و سربازان زیادی را به آنجا فرستاده است این کشور طی دو هفته گذشته حدود چهل تان به نفر به شمال شرق سینه را به عنوان بخشی از اقنوموت برای تقویت امنیت در مرز خود ارسال کرده معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید جان فایدر در جلسات پشت درهای بسته هفته گذشته با رهبران جامعه عرب و مسلمانان آمریکا در میشیگان به اشتباهات دولت آمریکا در جنگ غزه اعتراف کرد. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نوشته است که مشاور بایدن تصریح کرده که هیچ اعتمادی وجود ندارد که تلاوی به دنبال گام‌های هدفمند برای تشکیل کشور فلسطینی باشد. اعتراف دولت بایدن به نوع واکنش واشنگتن به جنگ غزه چند ماه پس از آن است که بیش از 27 هزار فلسطینی که اکثرا زن و کودک هستند در جریان جنایات صهیونیست به شهادت رسیدند شخص بایدن نیز علی که حاضر به لغو کمک های آمریکا به رژیم صهیونیستی شود روز پنجشنبه هفته گذشته تاکید کرد که اسرائیل در پاسخ به عملیات 7 اکتبر بسیار فراتر از حد رفته است فایلر برای گام های اشتباه دولت بایدن در نوع واکنش و جنگ غزه ابراز تاسف کرد و متعهد شد که عملکرد دولت بهتر شود وی در جریان جلسه پنجشنبه با رهبران سیاسی عرب آمریکا در دیربرون میشیگان تصریح کرد که ما به خوبی میدانیم که از هفت اکتبر در مسیر واکنش به این بحران گام های اشتباهی داشتیم نیویورک تایمز نیز گزارش کرده که به فایل صوتی انگرده گرد دست یافته و یکی از مقام های شورای امنیت ملی آمریکا نیز اعتبار و صحت این فایل صوتی را تایید کرده جنگ غزه به بخشی از مشکلات سیاسی بایدن تبدیل شده است زیرا او در انظار عمومی از حامیان رژیم صهیونیستی محسوب می شود و حاضر نیست به درخواست هم حزبی های دموکرات خود برای اعمال فشار به تلاویو برای آتش با حماس پاسخ مثبت بدهد نیویورک تایمز گزارش کرده که شدیدترین اظهارات مشاور بایدن در جلسه با رهبران سیاسی عرب آمریکا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 2024 بیشتر نشانه از تلاش رئیس جمهور آمریکا برای جلب حمایت رای دهندگان خالف جنگ غزه در ایالت کلیدی میشیگان به نظر میرسد طبق گزارش ها جمعیت زیادی از جامعه عرب آمریکا در درمون و هومه دیترویت زندگی می کنند آمار و ارقام نظر ها نشان می دهد که حمایت رای میشیگان از بایدن روند نزولی داشته و متحدان بایدن به او هشدار دادند که احتمال شکست وی در این ایالت وجود دارد ممنونیم از این کتاب و یعنی این بسته خبری با ما بودید. تا ویدیوی دیگر در پناه حق باشید.